داستان مخفیشونی یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود مردی بود که یه زن داشت و خیلی خاطرش رو میخواست. از این زن دختری پیدا کرد خیلی قشنگ و پاکیزه. اسمش رو گذاشتند شهربانو. وقتی که شهربانو بزرگ شد اونو فرستادنش به مکتب خونه پهلوی ملاباجی. گاهی که ملاباجی از بچه ها چیزی میخواست یا موقع نظر و نیاز بود براش پیشکشی و هل و گلی می بردن. ملاباجی می دید چیزی که شهربانو آورده از مال همه سره. فهمید که پدر این کاروبارش از اونای دیگه بهتره. بنا کرد از شهربانو زیر پاکشی کردن و تهاتوی داستان رو درآوردن. دید درست فهمیده پدر شهربانو هم خونه و زندگیش مرتبه هم چیز داره و هم خوب زنداری میکنه رفت توی فکر این که ننه شهربانو رو پس بزنه و خودش جاشو بگیره و صاحب زندگی بشه بنا کرد با شهربانو گرم گرفتن و مهربونی کردن وقتی که خوب چمشو به دست آورد یک روز یک کاسه مسی داد به شهربانو و گفت این را بده از قول من سلام برسون و بگو ملاباجی گفته این کاسه رو از سرکه پر کنید و برای من بفرستید وقتی که رفت توی انبار سرکه رو ورداره از هر خمره ای که خاص ورداره نزار مگر از خمره هفتمی بگو ملاباجی سرکه هفت ساله خواسته اون وقت همین که سرش رو دلا کرد تو خمره که سرکه کارو رو ورداره تو پاش رو بلند کن و بندازش توی خمره در خمره رو هم بذار شهربانو گفت خیلی خوب و همین کار رو کرد و مادرش رو انداخت توی خمره شب که پدرش اومد دید شهربانو توی خونه تنهاست گفت پس ننت کو گفت رفت سر چا آب بکشه افتاد تو چا فرداش که شهربانو رفت مکتب تفصیل رو به ملاباجی گفت ملاباجی خیلی خوشحال شد و شهربانو رو بغل کرد و روی زانوش نشون و ماچش کرد و دستی به سر و گوشش کشید. دو سه روزی گذشت یه روز ملاباجی به شهربانو گفت اگه میخوای به تو خوش بگذره باید یه کاری بکنی که پدرت منو بگیره و بیاره توی خونه شب که رفتی به خونه این یه مش خاکشی رو بگیر و بریز روی سر و کلت وقتی که روبروی بابات جلوی منقل نشستی سرتو تکون بده خاکشی را میریزه توی منقل و درق دروغ میکنه اون وقت باباد میپرسه این چیه؟ تو بگو من که کسی رو ندارم ازم پرستاری بکنه حمام ببره سرم و بجوره رختمو و بشوره سرم شپش گذاشته حالا که مادرم نیست اگه یه زن بابا بود لاقل روزگار من از حالا بهتر بود اون وقت باباد میپرسه خب چیکار کنی؟ تو میگی باید یه زن بگیری که هم تو رو تر خوش کنه و هم دستی به سر من بکشه. اون وقت اگه پرسید کیو بگیرم بگو یه دست دل و جیگر بگیر بالای در خونه آویزون کن هر کسی اول اومد و سرش خورد به اون اونو بگیر. شهرمانو گفت خیلی خوب و اون کارو کرد و حرفا رو به باباش زد. باباش هم فردا صبح زود یه دست جیگر گرفت و به رزه در آویزون کرد. ملاباجی که گوشش به زنگ بود فوری سر و کلش اونجا پیدا شد و بیه بهونه ای اومد توی خونه که سرش خورد به دل و جیگر دروغکی صداشو بلند کرد و اوقات تلخی را انداخت که ای وای این چی بود خود تو سرم رختام کثیف شد در این بین بابای شهربانو اومد بیرون و ازش اصخاهی کرد و تفصیل رو براش گفت و بردش خونه ملا و عقدش کرد و دستشو گرفت و آوردش توی خونه. این ملاباجی یه دختر داشت که برعکس شهربانو زشت و بد ترکیب بود. این رو هم جل و جهازش رو آورد توی همین خونه. ملاباجی دو سه روزی توی خونه مشغول رفت و روب و بازدید اسباب خونه بود. سریم به انبار زد. رفت سراغ خمره هفتمی همین که در خمره رو ورداشت یک دفعه دید یه ماده گاو زردی از خمره اومد بیرون ملاباجی دست با شد گاو رو برد انداخت توی طویله و با خودش گفت نکنه این مادر شهر بانو باشه باری ملاباجی یواش یواش با شهر بانو بنای بدرفتاری رو گذاشت تمام کارای سخت خونه رو از جارو و رخشوری و ظرفشوری به گردن شهرمانو انداخت و از هر کاری هم صد جور ایراد میگرفت و شهرمانوی بیچاره رو می و از وشکون و سغلمه هم مزایقه نمیکرد. از خورد و خوراک و رخت و لباس هم خیلی بهش سخت می گرفت. اگه یکی وارد خونه میشد خیال می کرد این شهرمانو کلفت ایناست. شهربانو هم میسوخت و میساخت از ترس ملاباجی جرأت این که به بابا شکایتی بکنه نداشت تازه اگه هم چیزی میگفت و آه و ناله میکرد فایده ای نداشت باز دو سه روزی گذشت فکر تازه‌ای به کله ملاباجی اومد برای اینکه بیشتر شهربانو رو اذیت کنه گفت شهربانو میدونی چیه باید از فردا اتاقا و حیات رو پیش از آفتاب جارو کنی و ظرفای شب هم بشوری اون وقت یه بخچه پنبه با دوک ورداری و با گاو ببری صحرا گاو رو تا غروب تو علفا بچرونی و پنبه رو بریسی اون وقت غروب که برگشتی کارای مونده خونه رو بکنی خواه نخواه شهربانو گفت خیلی خوب فردا کله سهر پا شد و کاراش رو کرد. وقتی که آفتاب زد بخچه رو, رو روی سرش گذاشت و گاو رو از طویل بیرون کشید و روونه صحرا شد. و همهش تو فکر و قصه بود که خدایا من اگه ده تا دا دستم داشته باشم نمیتونم این پنبه ها رو بریسم. اگه هم نریسم شب معرکه داری اومد وسط صحرا کنار سبزیا نشست گاو رو ول کرد تو علفا و بنا کرد پنبه ها رو دور دوک چرخوندن نزدیکای غروب دید نصفش هم نخ نکرده نشست به حال زار خودش گریه رو سرداب. یه دفعه دید گاو اومد جلوش و چشمش رو انداخت توی چشم این. از نگاش هر کسی میفهمید که به حال شهربانو دلسوزی میکنه و حسرت میکشه. همینطور که شهربانو گرفتار غم و غصه بود گاوه شروع کرد پنبه ها رو از این طرف تون تون خوردن و از اون طرف نخ دادن. هنوز آفتاب زردی نوک درختا بود که تمام پنبه ها نخ شده بود. شهربانو خوشحال شد و پا شد گاو رو با بغچه نخ آورد خونه. گاو رو توی طویله بست و نخ رو تحویل ملاباجی داد و رفت سراغ کار خونه. کاراشو کرد یه تیکنون خشک بهش دادن آب زد خورد و با چشم گریون و دل بریون خوابید. که خواست بره صحرا ملاباجی عوض یه بخچه پنبه سه تا بهش داد. اونم خواهی نخواهی بخچه ها رو کل گرفت و گاو رو جلو انداخت و رفت به صحرا و مثل روز پیش نشست کنار سبزه بنای نخریسی رو گذاشت. بعد از دو شد دید از سه تا بخچه نیم بخچه هم نخ درست نکرده. دلش تنگ شد. بی اختیار با صدای بلند بنا کرد گریه کردن که یک دفعه بادی بلند شد و پنبه ها رو جلو برد و قلتوند و قلتون تا انداختشون توی چا شهرمانو گفت ای داده بی داد بیداد حالا دیگه چه خاکی توی سرم بریزم اگه هر شب کتک و تو سری بود امشب داغ و درفشه تو این فکرها بود که باز گاوه اومد جلوش و زبون وا کرد که دختر جون نترس برو توی چاه اونجا دیوی نشسته اول سلامش کن بعد به تو اینطور میگه تو اینطور جوابش بده و چون کار دیو وارونه از هر چی میگه تو وارونه شو بگو باری از سیر تا پیاز و یاد شهربانو داد که چی بگه و چی کار کنه. شهربانو خوشحال شد و اومد رفت توی چاه. وقتی ته چاه رسید دید یه حیات باخچهیه و یه دیو نتراشیده و نخراشیده اونجا نشسته. شهربانو تا چشمش به دیو خورد همونطوری که گاوه یادش داده بود یک سلام بلند بالایی کرد. دیوه خوشش اومد و گفت چشم سیاه دندان سفید اگر سلامم نکرده بودی تو را لغمه چپ می کردم. حالا بگو ببینم تو کجا اینجا کجا اینجا جایی است که سیمرغ پر می ریزد و پهلوان سپر می و آهو سوم شهر بانو از اول تا آخر شرح حال خودش رو برای جناب دیو گفت دیوه گفت اول پاشو اون سنگ و وردار بزن تو سر من. شهربانو فوری سر دیو رو گذاشت توی دامنش و بنا کرد جستن و شپشاش رو کشتن. دیوه گفت سر من پاکتر و بهتره یا سر نامادریت؟ گفت مرد شور سر نامادریم رو ببره البته که سر تو تمیز دیوه گفت خیلی خوب حالا پاشو اون کلنگ رو وردار و خونه رو خراب کن. شهربانو فوری جارو رو ورداشت و حیات و جارو کرد وقتی جارو زدن تموم شد دیوه گفت حیات من بهتره یا حیات شما شهربانو گفت البته حیات شما حیات شما چه دخلی داره به حیات ما حیات ما از خشت نپخته و گل خامه حیات شما از مرمر و رخامه گفت پاشو ظرفا رو بشکن شهربانو زود پا شد ظرفا رو شست دیوه گفت بگو ببینم ظرفای من بهتره یا ظرفای شما شهربانو گفت وا چه حرفا البته ظرفای شما بهتره ظرفای ما از گل و سفاله ظرفای شما از طلای نابه دیوه گفت آفرین به تو دختر حالا که اینقدر دختر خوبی هستی برو گوشه حیات پنبه نخ شده رو وردار و برو شهربانو اومد دید تمام پنبه ها کلاف نخ شده و پهلوی نخ ها کیسه های پول تلاس. بین که اعتنایی به تلاها بکنه نخا رو ورداشت و اومد که از دیوه خدافزی کنه و بره. دیوه گفت کجا به این زودی پا نگهدار که کارت تمومه اینا رو بذار زمین برو از حیات توی حیات دومی و از حیات دومی تو حیات سومی وسط حیات یه آبی روانه بشین کنار آب هر وقتی دیدی آب زرد اومد دست نزن آب سیاه اومد سر و چشم تو باهاش بشور و وقتی که آب سفید اومد دست و صورت تو باهاش بشور شهربانو گفت خیلی خوب و رفت همون کار رو کرد و برگشت اومد. دیوه گفت حالا میخوای بری برو هر وقت هم کارت گیر کرد بیا سراغ من. شهرمانو گفت خیلی خوب و خدافزی کرد پنبه ها رو برداشت و از چاه اومد بیرون و سراغ گاو رفت. گاو رو هم پیدا کرد. حالا دیگه آفتاب غروب کرده بود و هوا داشت تاریک می شو. ولی شهر بانو دید برعکس همیشه که بعد از غروب هوا که تاریک می چشم جایی رو نمی دید پیش پاش روشنه و چشمش همه جا رو می بینه. خوب که این ورانور رو ور ور نگاه کرد دید تمام روشنی از خودشه. نگو وقتی آب سفید یعنی آب مروارید رو به صورتی زده بود یک ماه توی پیشونیش در اومده بود و یه ستارم روی چونش دید با این وضع اگه بره خونه و ملاباجی ببینتش اذیتش میکنه زود با لچکش پیشونی و چونش رو پوشوند و وارد خونه شد تا وارد شد گاو رو توی طویله بست و اومد نخا رو داد به ملاباجی ملاباجی که از کار دیروزش که یه بخش پنبه رو نخ کرده بود حیرت زده بود از کار امروزش پاک انگوش به دهن مون. که چطور سه تا بخش پنبه رو نخ کرده نخا رو زیر و رو کرد که ایرادی بگیره دید خیلی خوب تابیده شده خوشگش زد گفت زود باش به کار خونه برس آشپزخونه رو هم جارو کن چند روزیه که اصلا جارو نشده شهربانو گفت خیلی خوب ظرفای ناهار رو خوب شست و رفت توی آشپزخونه و بنا کرد جارو کردن ملاباجی به خودش فکر کرد حکمن چون چشمش نمیبینه و درست نمیتونه جارو کنه بهانه خوبیه برای کتک خوری دو سه دقیقه گذشت رفت به سراغش تو آشپزخونه هنوز نرسیده بود دم در دید مثل اینکه چل چراغ روشن کردن تعجب کرد رفت تو دید از پیشونی و چونه شهربانو ماه و ستاره نور میده و یک صورتی به هم زده از خوشگلی که لنگه نداره دستش رو گرفت و آوردش تو اتاق و گفت بدون اینکه کتک بخوری فوش بشنوی راستش رو بگو ببینم چی شده چی شد این طوری شدی؟ شهرمانو هم با صدق صاف هر چی شده بود از اول تا آخر رو برای ملاباجی تعریف کرد. ملاباجی رفت و فکر که فردا دختر خودش رو بفرسته بلکه اونم بره تو چاه آبی به سر و صورتش بزنه ماهی تو پیشونیش در بیاد ستاره زیر چونش پیدا بشه خوشگل بشه که بشه توی صورتش نگاه کرد این بود که یه خورده روی خوش به شهربانو نشون داد. بعد از مدتی یه پوزخندی زد و گفت شهربانو جان تو دختر خوبی هستی فردا که میری صحرا دختر منم همراهت ببر و اونو بفرست توی چاک کارایی که خودت کردی یادش بده تا اونم مثل تو بشه شهربانو گفت چه عیب داره ملاباجی فردا صبح به جای اینکه نون خشک و پنیر مونده به شهربانو بده چون دختر خودش همراهش بود نون شیرمال و مرغ بیان برای ناهارشون داد و عوض یه بخچه نخ نیم بخچه بهش داد باری شهربانو و دختر ملاباجی راه افتادند به طرف صحرا تا رسیدن دختر ملاباجی از شهربانو پرسید یالا یالا زود باش بگو ببینم چاه کجاست شهربانو چاه رو نشونش داد دختر هم پنبه رو انداخت توی چاه و پشت سرش خودش رفت توی چاه. دید یه دیو نخراشیده یه نتراشیده ته چاه تو حیات خوابیده. دیو از صدای پای دختر بیدار شد. دختر بدون اون که اعتنایی به دیو بکنه و سلامی بکنه زل زل بهش نگاه کرد. دیوه دختره رو از زیر چش ورانداز کرد و تا آخرش خون. چه عجب اینجا اومدی؟ دختر گفت پنبم افتاد اینجا اومدم بردارم گفت اول بیا سر منو به بجور بعد برو پنبه رو بردار دختره قرقر کرد و اومد سر دیو رو بجوره دیو ازش پرسید بگو ببینم سر من پاکتر و بهتره یا سر مادرت گفت البته سر مادرم سر تو پر از شپشه گفت خیلی خوب حالا پاشو حیاتو جارو کن پاشو سرسری یه جاروی به حیات زد و اومد دیوه گفت حیات شما بهتره یا حیات من؟ گفت البته حیات ما آدم دلش تو حیات ما وا میشه اما تو حیات تو آدم دلش میگیره گفت خیلی خوب پاشو ظرفا رو بشو. دختر گفت خدایا این چه بلایی بود گرفتارش شدی؟ ها شد و ظرفا رو سر هم بندی آبی زد و گذاشت کنار آشپزخونه. دیوه گفت ظرفای من بهتره یا ظرفای شما؟ گفت البته ظرفای ما ظرفای ما چه دخلی به ظرفای تو داره آدم هز می میکنه از ظرف ما چیزی بخوره اما از ظرفای تو آدم دلش به هم میخوره دیوه گفت خب بس کن پاشو برو پنبت رو از کنج حیات وردار و برو دختره اومد دید نزدیک پنبه ها شمش طلا گذاشتن یکی دو تاشو ورداشت تو جیب و بغلش قایم کرد و بدون که خدافزی کنه اومد که راهشو بگیره و از چاه بیاد بیرون دیوه صداش زد صد و گفت کجا به این زودی من حالا حالا ها با تو کار دارم بیا اینجا دختره رفت جلو گفت پیش از اون که از اینجا بری از این حیات برو تو حیات دومی از حیات دومی به حیات سومی وسط حیات یه آب روانه کنار جو بنشین هر وقت دیدی آب سفید و سیاه اومد دست بهش نزن وقتی دیدی آب زرده دست و صورت تو باهاش بشور و اون وقت برو دختر رفت به سراغ آب زرد و دست و باها شست و با طلا و پنبه از چاه اومد بیرون. شهربانو منتظرش بود تا نگاهش کرد وحشت کرد. دید یه مار سیاهی از پیشونیش در اومده و یه اغرب زرد هم از چونش. از ترسش حرفی نزد. همینطور با هم رفتند خونه. هنوز دست به در نزاشته بود که ملاباجی پشت در در و کرد اما چشم چیز بد نبینه دختره رو که به اون حال دید دست پاچه شد و دوی تو اتاق. داد زد این چه شکلی خودتو در آوردی؟ دختره از اول تا آخر شرح حالشو گفت که چیکار کرد و دیوه چی گفت ملاباجی گفت حالا نخاکو تلاها کجاست؟ بخچه رو گذاشت جلوی ننه دید اصلا نخی تو کار نیز همش پنبه است شمشای طلا رو آوردید. دید ای وای به جای شمش طلا تکه های سنگه ملاباجی بام بی زد توی سر دخترش که ای بی ارزه خاک بر سرت کنن حیف سایه من که بالا سرته دختر بنا کرد به گریه کردن که من چی کار کنم با پای خودم نرفتم که تو منو فرستادی حالا که این بلا سر من اومده سرکوف میزنی اینا رو گفت و گریه سر داد. ملاباجی دلش سوخت و گفت تمام اینا تقصیر شهربانوی ورپریده است. شهربانو رو گرفت به باد کتک بعد هم دست دخترش رو گرفت برد پهلوی حکیم باشی که درمان ما رو اغرب بکنه حکیم باشی گفت ریشه این ما رو اغرب از دل این رو نمیشه ریشه کنش کرد فقط یه روز در میون با یه کارد تیز باید این مار و اغرب رو از ته ببری و به جاش نمک بپاشی ملاواجی کارش همین شده بود یه روز در میون اینا رو ببره و نمک به جاش بپاشه از این ور میبرید از اون ور سبز میشد دیگه خدا میدونه که ملاباجی با شهربانو چی کار کرد و چه حال و روزی براش درست کرد هر ساعت و هر روز به یه بهونه آزارش میداد یک روز توی همون ای که اونا می عروسی بود و ملاباجی هم با دخترش دعوت بودن. مادر و دختر وقتی که میخواستن برن رخت نوهاشون رو پوشیدن و زر و زیورشون رو هم زدن. دختر هم با دستمال ابریشم پیشونی و چونش رو بز که مار و اغرب رو کسی نبینه. شهربانو هم با حسرت بهشون نگاه میکرد. اونم دلش میخواست به عروسی بره. ملاباجی و دخترش فهمیدن بهش گفتن تو هم میخوای بیای؟ گفت آره گفتند خیلی خوب زود ملاباجی رفت اون جام کرمانی رو از بالای رف آورد و از توی انبار هم سه چهار تا کیسه نخود و لوبیا و لپه قاطی کرد و گذاشت جلوی شهربانو و گفت تا ما از عروسی برمیگردیم تو باید این جام ها رو پر از عشق کنی و این نخود و لوبیا و لپه هم از هم سوا کنی این هم عروسی تو اونا از در به شادی بیرون رفتند و شهربانو هم کنار حوز زانوش رو بغل زد و رفت توی آه و که چطور از اشک چشمش ها رو پر کنه و چطور بشینه اونا رو از هم سوا کنه یه دفعه یاد حرف دیوه افتاد که بهش گفته بود هر وقت کارت گیر کرد بیا سراغ من پا شد و مثل برق و باد رفت سر چاه به سراغ دیوه سلامی کرد و علیکی گرفت و تفصیل حال خودش رو گفت دیوه گفت قصه نخور برات درستش میکنه رفت و یک مش نمک دریایی داد به شهربانو و گفت اینو بریز توی جام و آب روش بریز میشه شور و صاف مثل اشک چشم یه خروس هم بهت میدم مثل خروز خودتون دونه ها رو برات سوا میکنه و یه روزی هم به درد یه کار دیگت میخوره به شرط اینکه خروس خودتونو تار کنی که زن بابات نفهمه این اون خروس نیست اگه عروسی هم میخوای بری بگو تا اسبابشو برات جور کنم شهربانو گفت میخوام برم میخوام برم دیوه فوری رفت یه صندوقی آورد جلوی شهر بانو گذاشت. از توش یه دست لباس سر تا پای عروسی از تاج سر و گل کمر تا کفش پا در آورد و داد به شهر بانو. یه گردنبند مروارید و یه جفت دستبند طلا و یه انگشتر الماس هم برای زینت بهش داد. گفت اینا رو ببر خونه عوض کن و برو عروسی و پیش از اون که جمعیت به هم بخوره پاشو بیا سر جاد. اون وقت یه حلقه ای از زیر تو درآورد در آورد و از اون روغنی که تو اون بود به پاهای شهر بانو مالید که فرز بشه. اون وقت تو یه دستش یه ذره خاکستر داد. تو یه دست دیگهش یه دست گل و گفت وقتی رفتی عروسی خاکسترا رو به سر ملاباجی و دخترش بپاش و گلا رو هم روی سر عروس و داماد و مهمونا بریز شهر بانو اومد خونه نمک و با آب توی جام ریخت و خروس رو هم انداخت به جون دونه ها و رفت توی طبیله لباسای خودشو قایم کرد و لباسای تازه پوشید زر و زینتش هم زد و هفت قلم از خال و خطات و وسمه و سرمه و سرخاب و سفیداب آرایش کرد و رفت به عروسی خونه دیگه نمیدونید شهربانو وقتی که این لباس رو پوشید و خودش رو کرد چی شده بود به ماه میگفت تو در نیا که من در اومدم شهربانو وارد عروسی خونه شد و قوقایی به پا کرد اون سرش ناپیدا کی دیگه نگاه به عروس میکرد همه از هم میپرسیدن این کیه تیر و تایفه داماد خیال میکردن از کس و کار عروسه قوم و عروس هم خیال میکردن از تایفه داماده تمام ماتشون زده بود که آدمیزاد هم مگه به این خوشگلی میشه در این بین دختر ملاباجی که بهش خیره شده بود به ملاباجی گفت ننه این شهر بانو اومده اینجا؟ ملاباجی گفت خدا عقلت بده اون الان خونه گرفتار حال و کار خودشه اون لباس نداشت چه نداشت گفت آخه همه مثل اونه از نگاهش حرکات چشم و ابرو و قد گفت ولمون کن توی جالیز میری صد تا بادمجون مثل هم میمونن میخوای توی شهر دو تا آدم مثل هم نباشن آخرای مجلس که شد همه خواهش رقص و شادی کردند دخترا به دور زدن افتادن تا نوبت به شهر بانو رسید اونم پا شد و چرخی زد و رقص و شادی کرد وسط کار هم با دستی که گل داشت دست گل رو به طرف مردم انداخت که دست گل یه خرمن گل خوشبو شد و عروس و داماد و اهل مجلس غرق گل شدن اون وقت دستی که خاکستر توش بود به طرف ملاباجی و دخترش داد. اون یه ذره خاکستر یه کپه خاکستر شد و روی اونا نشست همه ماتشون بود که این چه حسابیه چرا به همه گلفشانی کرد و به این دوتا خاکستر پاشید؟ اصلا این گل و خاکستر از کجا اومد؟ مردم تو حیرت زدگی بودند و مات مات این طرف و اون طرف و نگاه میکردن. شهربانو همین که دید سرشون گرمه پا شد و اومد سمت خونه. ده پونزده قدم مونده بود که به خونه برسه پسر پادشاه که از شکار برمیگشت چشمش به شهربانو افتاد. تعجب کرد که این دختر کیه؟ همچین دختری توی شهر هست و ما بیخبریم؟ عقبش راه افتاد. شهربانو فهمید، حل شد، عجله کرد و همین که اومد از آبجو به پر این طرف یک کفشش موند. دید اگه معطل کفش بشه پسر پادشاه بهش میرسه، کفشو گذاشت و مثل برق خودشو به خونه رسوند. پسر پادشاه که نتونست خودشو به شهربانو برسونه وقتی دید کفشش جامونده کفشو ورداشت و رفت به قصر. از اون طرف بشنوید از ملاباجی و دخترش. اینا با اوقات تلخ از عروسی پا شدن و اومدن که دقیق دلی خاکسترایی که تو عروسی روی سرشون ریخته شده بود رو از شهربانو در بیارن. هنوز پا تو خونه نزاشته بودن که ملاباجی گفت بیا ببینم جام رو از اشک چشمت پر کردی یا نه؟ فوری شهربانو جام و اوورد و داد دست ملاباجی. زبونش رو به هیز زد و گفت آره شوره. و گفت نخود و لوبیا رو چیکار کردی؟ گفت همش رو سوا کردم. دست ملاباجی رو گرفت و برد سر نخود ها. ملاباجی دید همش پاک شده. انگشت بدهن و حیرون موند. که آدم اگه دل خوش داشته باشه و دستش به کار بره یه ما هم نمیتونه اینا رو از هم سوا کنه این چطور به این زودی و به این خوبی این کارو کرد؟ دخترش هم مات مونده بود که چطور کار به این پر زحمتی رو نصف روزه رو به راه کرد؟ به مادرش گفت نه, نه جان من سر از کار این شهربانو در نمیارم چطور تنهایی تونسته این همه نخود و لوبیا و و پاک کنه؟ اون وقت یه جامم از اشک چشمش پر کنه حکمن یه کسی کمکش میکنه ننه گفت من هم به نظرم همین طور میاد و اون طوری که میدونم این گاو زرد توی طوی طویله ننه اینه و اون کمکش میکنه و به علم و اشاره راه و چاه رو نشونش میده باید این گاو رو از بین ببریم اینو گفت و رفت سر گذر پهلوی حکیم باشی و چشم و ابروی نشون داد و با حکیم باشی ساخت و باخت کرد که خودش رو به ناخوشی بزنه وقتی حکیم باشی رو بالای سرش آوردن اون بگه علاج مرض این گوشت گاو زرده از پهلوی حکیم برگشت شب که شوهرش اومد آه و ناله سر داد که آخ دلم خدایا مردم خرد شدم مردک دست باچه شد و گلگاف زبون و اناب براش کرد و به خوردش داد ولی درد ساکت نشد فردا که شد یه خورده زردچوبه مالید به صورتش و یه خورد نون هم زیر تشکش گذاشت غروب همین که شوهرش اومد ناله رو دمش داد شوهر دستباچه شد و رفت سراغ حکیم باشی حکیم باشی اومد بالا سرش و نبزش رو گرفت رو کرد به مرد و گفت این مرضی که داره درمانش گوشت گاو زرده اگه امشب و فردا بهش رسوندین که هیچ اگه نه دیگه خوب نمیشه مرد گفت خودمون یه گاو زرد داریم حالا که شب فردا صبح میکشیم و گوشتشو بهش میدیم شهربانو که این حرفا رو شنید دود از دلش در اومد و حالشو نفهمید و یه گوشه افتاد نون خشک هر شبی رو هم به جای شام نتونست بخوره و هر چی فکر کرد عقلش به جای قد نداد گفت بهتره برم سراغ دیوه همون شبونه وقتی که خاطر جمع شد همه خوابیدند رفت سر چاه سراغ دی. رفت توی چاه و به دیو سلام کرد و تفسیر رو براش گفت. دیو گفت من درست میکنم تو برو زود مادرتو بیار تو بیابون ول کن منم همزاد اونو عوض تو میفرستم توی طویل جای اون. شهربانو بانو همین کارو کرد مادرش رو توی همون بیابون ول کرد و رفت سراغ دیو دیو همزاد مادر شهربانو رو که به شکل همون گاو زرد بود همراه شهربانو فرستاد و به شهربانو هم سفارش کرد که وقتی اینو کشتن مبادا از گوشتش بخوری کار دیگه هم که میکنی و همزاد رو جمع میکنی توی طویله و چالشون میکنی تا ببینم چی میشه شهربانو همین کارو کرد دو سه ساعتی که به ازان مونده بود گرفت راحت خوابی صبح شد مرد رفت و قصاب سر گذر و آورد و گاو رو از طویله بیرون کشیدن و کنار باغچه سرش رو بریدن. گوشتش رو کباب کردند، ملاباجی و دخترش و شوهرش خوردن اما هر کاری کردن شهرمانو بخوره نخورد. بعد هم همون طوری که دیو دستور داده بود استخونا رو جمع کردن و بردن توی طویل چال کردن. ملاباجی خوشحال شد که روزگار دیگه به کامشه و کسی نیست که به شهربانو کمک کنه اما خبر نداشت که پسر پادشاه از ساعتی که چشمش به شهربانو خورده بود عاشق دلخسته شده بود و کفش شهربانو رو همیشه زیر سرش میذاشت و گردش و سرمه چشمش میکرد پسر پادشاه از عشق شهربانو ناخوش شد و اسیر رخت خواب شد هرچی دوا و درمون کردن به جایی نرسید. عاقبت مادرش به دست و پای حکیمه افتاد که دردش چیه؟ گفتن عاشق شده. باری توی کارو در آوردند و معلوم شد عاشق دختری شده که لنگه کفشش پهلوشه. وقتی مادر فهمید رفت پرلوش و دلداریش داد که خاطر جمع باشه این که میخوای اگه تو قله قافم باشه برات میارم و دستش رو میذارم توی دسته روز بعد چند تا از گی سفیدای اندرون رو با لنگ کفش فرستاد تو محله های شهر خونه به خونه میگشتند که صاحب کفش رو پیدا کنن ولی نمیشد به پای هر کس میکردن یا تنگ بود یا گشاد این کار چند روز طول کشید تمام خونه ها رو گشتند ولی صاحب کفش پیدا نشد تا نوبت به خونه پدر شهر بانو رسید به محض اینکه گی سفیدا وارد خونه شدند ملاباجی ملتفت مطلب شد طوری که اونا نفهمند شهر بانو رو کرد توی تنور رو در تنورو رو گذاشت و یه سینی ارزن هم گذاشت روش و خروسه رو بالای سینی کرد که ارزنا رو نوک بزنه که اگه صدایی از شهر بانو در اومد صدا تو صدا بره باری اینا وارد خونه شدن و گفتند شما دختر دارید؟ گفت بله گفتند بگویید بیاد دختر ملاباجی اومد کفش رو دادن که پاش کنه ولی نرفت اینا خیلی اوقات تلق شدن برای اینکه این آخرین خونه ای بود که برای خواستگاری اومده بودن و سراغ صاحب کفش رو هم اینجا داشتن گیس سفیدا گفتن شما دیگه دختر ندارید توی همسایه ها هم سراغ ندارید دختری که ما ندیده باشیم ملاباجی گفت نه در این بین خروز بنا کرد بخوندن قوقولی قوقو در تنور قوقولی قوقو بر تنور ماه در تنور سنگ یکمن بر تنور گی سفیدا وقتی آواز خروس رو شنیدن تعجب کردن گفتند این خروس چی میگه ملاباجی هم یه سنگ ورداشت و انداخت به طرف خروس که اصلا خروس بی محله فردا میکشیمش خروس هم از حول سنگ در رفت و باز بنا کرد بخوندن. قوقولی قوقو در تنور قوقولی قوقو بر تنور ماه در تنور سنگ یکمن بر تنور گیسفیدا گفتند بریم سر تنور ببینیم خروسه چی میگه رفتند و در تنور رو برداشتند دیدن یه دختر مثل ماه شب چارده اون توه بزرگ گیسفیدا دست دختر رو گرفت و آورد بیرون از خوشحالی فریاد زد به کی همچین دختری داره به پیشانیش ماه به چونش ستاره فوری کفش رو پاش کرد و دیدند درست قالب پاشه رو کردند به مولاباجی و گفتند پسر پادشاه عاشق این دختر شده و از عشق این دختر ناخوشه هر طور هست باید این دختر رو به پسر پادشاه برسونیم حالا بگو ببینیم چی لازمه که بیاریم و دختر رو ببریم هرچی لازمه بی مزایقه بگید ما حالا میریم و این خبر خوش رو به پسر پادشاه و مادر و پدرش میدیم و فردا همین وقت میایم. ملاباجی گفت ما از شما هیچ چیز نمیخوایم دو زر کرباس آبی نیم من سیر نیم من پیاز بیارید و دختر رو بردارید و ببرید ولی یه شرط داره اونم اینه که این یکی دختر رو هم برای پسر وزیر بگیرید گفتن البته به پادشاه میگیم پادشاه فرمان میده به وزیر برای پسرش اینو میگیره اما میخوایم بدونیم دختر به این قشنگی رو چرا به این مفتی میدید ملاباجی گفت قشنگیش تو سرش بخوره از بس بد جنسه از صبح تا غروب برای جوونای همسایه چشم و ابرو میاد گفتن اینا دیگه به ما دخلی نداره پسر پادشاه اینو خواسته فردا شد خواستگارا اومدن و کرباس و سیر و پیاز آوردن و قول دادن که شب بعد از عروسی پسر پادشاه این یکی دختر هم برای پسر وزیر میبری. ملا ملاباجی گفت حالا که اینطور شد فردا بیاید عروستون رو ببرید. ملاواجی پیراهن گل و از کرباس دوخت و تن شهر بانو کرد. نهار هم یک آش آلوچه پرچرمی بهش داد و تمام سیر و پیازها هم به زور بهش داد. هرچی گفت نمیخورم با مشت و سغلمه بهش داد که بخوره. خلاصه یه دیگ آش و یک من سیر و پیاز به خوردش داد. اصر که شد گیس سفیدا اومدن که شهربانو رو ببرن به قصر پادشاه که روز عقد کنند و شب عروسی از خونه که بیرون رفتن شهربانو به گیس سفیدا گفت از بیرون شهر بریم که من یک خداحافظی با مادرم بکنم گفتن مگه این مادرت نبود گفت نه این زن پدرم بود گفتن حالا فهمیدیم چرا تو رو قایم کرده بود و اون حرفا رو در حقت زد و به این مفتی تو رو داد باری شهربانو اومد توی چاه که با دیوه خدافزی کنه. دیو گفت کجا می روی با این پیراهن کرباس و دهن سیر خورده؟ گفت عروسیم است و از اول تا آخر حال و روزگارش رو برای دیوه تعریف کرد. دیوه فوری رفت یه دست لباس حریر با یه تاج یاقوت و یه انگشتر الماس و یه جفت کفش زرین آورد و به شهربانو پوشون دهنش هم با مشک انبر پر کرد که بوی سیر و پیاز نده و بهش گفت پسر پادشاه هر چی شراب به تو میده از دستش بگیر ولی به طوری که نفهمه بریز دور و گفت اگه دلت هم درد گرفت چه کار کن شهر از چاه در اومد و رفت پهلوی گیستفیدا که راه بیفتن و برن. گیستفیدا وقتی رختاشو رو دیدن تعجب کردند. گفتند کی بهت داد؟ گفت مادرم. گفتند قدر این مادر با سلیغه رو بدون. اگه جامع خانه زن پادشاه رو زیرورو رو کنی یه همچین رختی پیدا نمی کنی. باری شهر بانو رو آوردن به قصر پادشاه. دیگه تمام اهل حرم سرا چشم شده بودن و شهر بانو رو تماشا میکردن. در این بین پسر پادشاه اومد دستش رو گرفت و برد توی اتاق مادرش. مادر ماتش که برد هیچ همچین صورتی ندیده بود. سر وزش هم که جای خودش داشت. مجلس عقد رو فراهم کردن و شب هم بساط عروسی رو چیدن. بعد از اون که مطربا زدن و کوبیدن شاه و وزرا و اعیان شهر هم شام خوردن. اینا رو دست به دست دادن و تو هجله کردن. اونجا دیگه دوتایی شهربانو و پسر پادشاه دل دادن و قلوه گرفتن. پسر پادشاه پشت هم به سلامتی شهربانو شراب میخورد و به شهربانو هم میداد تا وقتی که دیگه نتونست روی پا بشه افتاد و خوابید. شهربانو هم خوابید نصفه های شب شهربانو رو دلدرد و دلپیچه گرفت. همونطوری که دیوه یادش داده بود توی زیر جامعه پسر پادشاه خودش رو راحت کرد و اونم مست بود و هیچ ملتفت نشد. سهر پسر پادشاه به حال و هوش اومد دید حالش خرابه خیلی پکر شد حالا سرگردون که چی کار بکنه چی کار نکنه شهربانو بیدار شد به پسر پادشاه گفت چرا نمیخوابید و سنگین تکون میخورید پسر پادشاه دید چاره نداره تفصیل رو گفت که بله همچین اتفاقی تا حالا برای من نیفتاده بود به نظرم زیادی شراب خوردم حالا خجالت میکشم که به کنیز و کلفتا بگم شهربانو گفت این حرفا چیه من الان درست میکنم زیر جامعه پسر پادشاه رو در آورد و رفت پایین قصد توی آب شست و انداخ روی درخت صبح قبل از اون که آفتاب در بیاد خوش شده بود رفت اونو اورد و داد به پسر پادشاه پوشید این کار پسر پادشاه رو بیشتر خواهان شهر بانو کرد و خیلی عزیزتر شد و یه سینریز طلای جواهر نشانم بهش بخشید اینا رو اینجا داشته باشید بشنوید از ملاباجی ملا باجی این کارا رو کرده بود که شهربانو رسوا بشه و اونو به خفت و خاری همون شب اول بیرونش کنن و صبح منتظر بود که ببینه اونو پس بیارن. صبح تا زور دید خبری نشد. پا شد و راه افتاد و رفت به قصر به سر پادشاه که سر و گوشی آب بده. رفت تو شهربانو رو دید. ازش احوال پرسی کرد که دیشب دلت دل درد نگرفت. گفت چرا دلم درد گرفت از ناچاری پا شدم تو اتاق خودم رو راحت کردم و با خودم گفتم صبح با کتک من رو از اینجا بیرون میکنن اما برعکس خیلی خوشحال شدن یه سینه ریز هم پسر پادشاه به من بخشید ملاباجی با خودش گفت عجب ما هر کلکی میزنیم که این بیفته بلندتر میشه زود پا شد رفت خونه خودشون دید از خونه وزیر خواستگارا اومدن برای دختره و میپرسن چی بیاریم برای دختر گفت پنجاه تا سکه نقره شیربه ها صد تا سکه طلا مهر و هفت از رخت هفت رنگ برای هفت روز اول عروسی و انگشتر و توق و علنگو خاستگارا گفتن چطور برای شهربانو دختر به اون نازنینی دو زر کرباز خواستی و یک من زیر و پیاز برای این اینا رو میخوای؟ گفت برای اینکه دخترم دخلی به اون نداره این تا حالا صداشو مرد نشنیده از نن آبستن رو میگیره که شاید بچهش پسر باشه نجیب و سربزیر و سازگاره اینا چیزی نگفتند قرار شد که فردا هرچی خواسته بیارن و دختر رو ببرن چاره نداشتن چون پادشاه به وزیر گفته بود باید این دختر رو برای پسرت بگیری برای اینکه ما بهش قول دادیم باری ملاباجی که خیال میکرد حرفای شهربانو راسته یک آش آلوچه فراوونی پخت و به دختر خوروند. بعد از ظهر شد از خونه وزیر اومدن دنبال دختر ملاباجی. اونم لباسای نو بهش پوشوند و مار و اقرب رو پاک تراش کرد و روش رو بست و روانه خونه وزیرش کرد. وقتی پاش رو گذاشت تو خونه وزیر، پسر وزیر به پیشنوازیش اومد. دید از زشتی نمیشه نگاهش کرد ولی از ترس فرمان شاه جرأت دم زدن نداشت. باری عقد کردند و بسات عروسی رو چیدند و دست به دستشون کردن و فرستادنشون توی هجل خونه. دختره از بس آش آلوچه خورده بود هی آرق میزد و اتاق رو از بوی گند پر میکرد. نصف شبم دلش درد گرفت و پا شد و اتاق رو کسیف کرد. پسر وزیر از بوی گند از خواب پرید. پرسید این چه حرکتیه؟ گفت مگه خبر نداری؟ آمده کاره؟ شم و روشن کرد و چشمش به ما رو اغرب صورت دختر خورد. فریاد کشید و دوید تو اتاق مادرش. تفسیر رو به مادرش گفت. مادرم رفت و به وزیر گفت. وزیر هم رفت و به پادشاه گفت. پادشاه هم به زنش گفت زنش هم به پسرش گفت پسرش هم به شهربانو اون وقت شهربانو از اول تا آخر شرح حال خودش و مادرش و ملاباجی و مکتب و خمره سرکه و گاو و پنبه و لیور رو برای پسر پادشاه گفت اون هم برای مادرش، مادرش هم برای پادشاه و پادشاه هم وزیر و خواست و گفت چون تو گوش به حرف من دادی من تلافی در میارم و دختر خودم رو میرم به پسر تو. وزیر گفت با این مادر و دختر چه باید کرد؟ گفت حکم میکنم اینا رو توی خندق بندازن و همین کار رو هم کردن. بسات عروسی مفصلی چیدن دختر پادشاه رو به پسر وزیر دادند. از قضا اینا هم باطنن دیگر رو میخواستن. همه کارا درست شد اما هوش و حواس شهربانو پهلوی مادرش بود یه روز رفت تو چاه پهلوی دیوه ازش خواهش کرد که مادرش رو به صورت اول برگردونه اونم گاو و آورد و با تیغ الماس از پشت سرش تا دم پوستش رو شکافت یه دفعه مادره از جلد گاوه در اومد دست انداخت کردن شهربانو و گفت دختر جون این رسم روزگار بود که منو توی خمره بندازی شهربانو عرق خجالت به روش نشست و گفت عوضش تلافیشو در آوردن. باری مادر و دختر با دیو خدافزی کردند و اومدند به قصر پادشاه. پسر پادشاه وقتی دید مادر زن به این خوبی داره خوشحال شد و دستور داد یه حیات مخصوص با خاجه و کنیز براش درست کردند و سالها به خوبی و خوشی زندگی کردند